خانم خانم سلام عرض کردم. قبل از اینکه من بیام اینجا تو ماشین داشتم میومدم که اینجا برسم، عرض کنم یه آقای خیلی جالب و خیلی ورزشکار و خیلی عالی، ایشون به من تلفن زدن و ایشون خواستن راجع به این قرصا بدونن و من خواستم بگم که همه بدونن که این قرص ها قرصه که خون رو تمیز میکنه. من این رو اعلام کردم که این قرص رو عرض کنم به ضرورت این مدت زیادی است که من درست کردم و الان تو مارکت هست، یعنی تو بازار مردم در سراسر دنیا میخرن، ولی قرص Ocean of Youth یعنی دریای جوانی که این قرص خودم هم میخورم، این قرص تازه درست شده و تازه یواش یواش اومده توی بازار و این رو مردم مرتب میخوان و سوال میکنن. اینها خواهش میکنم وقت تلفن میکنید بدونید که این فرمولای این قرص ها رو البته به کسی داده نمیشه، ولی از اینکه میخواد بدونی قرصا چیه، ما به شرط چاقو همیشه صحبت کردیم و کار کردیم و برنامه‌مون رو انجام دادیم و اون این است که ما کاری که کردیم این بوده که قرصا رو تو بازار گذاشتیم، مردم این قرصا رو به من تلفن کردن، گرفتن، رسیو کردن و از اون آقایونی که و خانمایی که این قرصا رو گرفتن و این قرصا رو خوردن و این قرصا کاری براشون انجام داده یا نداده، خواهش کنم اینا تلفن کنن و بذارن بقیه بفهمن و متوجه بشن که آیا این قرصا کاری براشون کرده نکرده و این تنها چیزی هستش که ما میتونیم به مردم ثابت کنیم آیا این قرصا ما کار میکنه نمیکنه، اینا که مریض هستن خوب شدن نشدن چی شدن، اینا این مسائل خیلی خیلی مهمه و اگر کسی میخواد تلفن کنه تلفن کنه به این جا، به این تلویزیون، همونطور که هفته پیش تلفن زدن و ما باهاشون صحبت کردیم که ما چیکار کنیم که ما بدونیم که این مردم این کارا رو با ما به اصطلاح در میون گذاشتن و این تنها چیزی هستش که ما میتونیم از این کسایی که این قرصا رو میخرن و میخورن به ما بگن که چه حالی دستشون داده، بهتر شدن، خوبتر شدن، قوی شدن یا تو نره این قرصا رو من خودم هم میخورم و این قرصا طبیعیه و این قرصا خیلی خیلی کمک میکنه. آقا این تلویزیون تلفن حاضر هست که مردم تلفن بزنن؟ بله، اگر کسی میخواد تلفن بزنه الان موقعشه، میتونه تلفن بزنه و هر چیز دلش دوست داره بگه. خانمی هستش که از وایبر تلفن میکنه مرتب و ایشون میگه که من پول ندارم ولی من این قرصا رو میخوام و من بهش گفتم که چرا تلفن نمیکنی روی تلویزیون و شروع کنه روی تلویزیون صحبت کردن. البته مقدار زیادی من دوست و رفیق پیدا کردم توی این برنامه هایی که گذاشتم برای مردم و مردم عرض کنم به حضورتون که لطف کردن و به من تلفن میکنن و بعضی از اینها موقعی که من از مثلا لس آنجلس میرم اورنج کانتی و باهاشون صحبت مثل که یه نفر تلفن کرد بگم کی هستش، عرض کنم بزرگ ولی قطع کرد. جانم بله بفهمید، در صورت من با اینا صحبت میکنم تا اونجا که وقت دارم براشون میذارم. اتفاقا من میبینم که این ببینم کی هستش، این ایرونیا کسایی که از ایران یا جاهای دیگه دنیا تلفن میکنن به خصوص جووناشون خیلی تحصیل کرده شدن، خیلی واقعا
ببخشید. بفرمایید خانم. آقا. آی دکتر. جونم. سلام عرض میکنم. سلام قربان. حالتون خوبه؟ قربان شما. من چون اولین بار این برنامه شما رو میبینم، ممکنه خواهش کنم که یه توضیح کلی بدید که این قرصا چه هست و کجا میشه پیدا کرد؟ و عرض کنم بزرگتون که عزیز من، چون شما اولین دفعه است این برنامه رو شما دیدید، اجازه بدید براتون تعریف کنم. من یک سال پیش اومدم این تلویزیون. من برنامه‌ام این بود که به خاطر اینکه بهترین رفیقم در دنیا که بزرگترین هنرپیشه دنیا بود و هست و خواهد بود به اسم استیو مک‌کوئین که هنرپیشه خیلی معروفی بود، ایشون از سرطان مرد و برادر خود من شخصا از سرطان مرد، من تصمیم گرفتم از وکالت که وکیل بودم تو این شهر تو آمریکا برم و درس پزشکی بخونم و مطالعات زیادی راجع به سرطان بکنم و من به این نتیجه رسیدم که اگر خون بدن تمیز باشه، بدن تمیز میشه و بنابراین این مریضی ها و دیزیز های مختلف که به بدن میاد نخواهد اومد. من در این مدت در حدود 90 هزار ساعت مطالعه کردم، یعنی 15 سال این مطالعات من به اینجا رسید و نتیجهش این بود که UCLA قبول کرد و استادان دانشگاه هم قبول کردن در UCLA و اون اینه که اگر شما خونتون رو تمیز کنید، بدنتون تمیز میشه، دزیزاتون میره، یعنی سرطان نمیگیرید، ایز نمی... حتی سرمام نمیخورید. حالا این قرص یه قرص طبیعی هست، چون ماها نمیتونیم توی آمریکا اجازه نداریم که قرصهای شیمیایی درست کنیم و اگر بخوایم درست کنیم، این کمپانی های شیطانی آمریکا و دنیا اینا اجازه به آدم های مثل ماها نمیدن که این کار رو بکنیم. بنابراین ما کاری که کردیم، یعنی من کاری که کردم، من این قرص رو درست کردم که این قرص غیر از این که خون رو تمیز میکنه و خیلی مریضا رو، مریضی هایی که مردم میگیرن اینا رو بهشون کمک میکنه، درست میکنه، این به سرطان نگرفتن و سرطان کمک میکنه. الان که من با شما صحبت میکنم، مقدار خیلی زیادی از مردم در سراسر دنیا این قرص من رو خریدن، این قرص من رو میخورن و اینها هفته پیش مقدار زیادشون تلفن کردن و گفتن که اینها چه اتفاقایی برایشون افتاد. اتفاقایی که برایشون افتاد، من دوست دارم مردم تلفن کنن و اینا بگن. من میدونم با خیلی از اینا صحبت میکنم، بهشون میگم که شما 100% تلفن کنید و بگید به مردم که چه اتفاقی براتون افتاد، آیا خوب شد، آیا بد شد، آیا بالا شد، آیا پایین شد. بله. توجه میکنید؟ بله. حالا این قرص ها رو شما به خود بنده تلفن میکنید. بله. و بنده 3 نفر استخدام کردم، یعنی 2 تا خانوم یه آقا. بله. یه خانوم در آمریکاست که ایشون با شما تماس میگیره و 2 تا خانوم هستن که در ایران هستن و اینا کارشون اینست که شما اگه بخواید پولی بدید یا بخرید این جنس رو، اینا بهتون میگن به این شماره بانک پول رو بفرستید، بعد از اینجا دفتر بنده در سانتا مونیکا این رو برای شما میفرسته. این داستان این. حالا سوال بنده اینه جناب دکتر، ازتون اولا کسی که مبتلا به سرطان هست الان از این قرصا میتونه بخوره که چند بارم جراحی کرده؟ ببین عزیز من، تمام مطلب این قرصا تمیزی خونه. خب. و تمیزی خون چیکار میکنه؟ این باعث این میشه، آقا معذرت میخوام، این عکس رو اگه میخوای بذاری، این عکس یه جور دیگه بذار که مردم ببینن، این عکس نمیشه دید. آره عزیز من،
این عکس یه جوری بذار که مردم ببینن. ببخشید عزیز من. باشه. عرض کنم که این قرصا رو میتونن بخورن. بله. این قرصا کمک میکنه. صحیح. یعنی در هر جای بدن باشه موثر. ببین عزیز من، براتون تعریف کردم، بازم میکنم. مقدار زیادی دکترها و غیر دکترها دارن به این برنامه گوش میدن. درست. وقتی شما هر چی میخورید میره تو شکمتون. شکم کجاست؟ اینجاست. بله. از اینجا میره تو لیور. بله. یعنی جگر. بله. از جگر یه وین، لوله کوچولویی هست این پایین، وین بهش میگن، نمیدونم فارسیش چی میشه. بله. رگ. آره عزیز من، میره اونجا، از اونجا پر خون، اونجا خونه. بله. و این خون اینا همه رو چیکار میکنه؟ میبره سراسر بدن. بله. این دارو هم به این وسیله، این میره و این خون رو تمیز میکنه. بله. غیر از تمیزی خون، این امیون سیستم شما رو چیکار میکنه؟ این امیون سیستمتون رو قوی میکنه. درست. حالا این کار رو که کرد، توجه میکنی؟ بله. شما میتونید با هر مریضی بجنگید، دیزیز بجنگید. بله. آقای دکتر اندرسون دو هفته پیش اینجا بود. بله. ایشون همه رو برای شما تعریف کرد. بله. و ایشون یکی از حرفاش این بود که ایدز هوکسته، یعنی غلطه، دروغه، یه فرم کنسره. البته دکتر علی مردانی هم که ایشون یکی از دکترهای خیلی قدیمیه. بله. چندین سال پیش. بله. این رو گفته بود. صحیح. که این ایدز یک فرم کنسره، یعنی نوع کنسر هست. صحیح. بله. حالا دکتر جان، من میخواستم بتونم که مثلا یکی که مثل من از نظر شرایط سنی، زیاد جوونم نیست دیگه، سن در حد بالاست و بیماری قند و فشار و خون داره، میتونه مصرف کنه؟ آره عزیز من، در ضمن ببین، من ثابت کردم در آمریکا و دنیا. بس. که اگر شما ورزش کنی، غذای درست بخوری. بس. سن هیچه. نمونهش این عکس بنده است که روی دارید میبینید الان. صحیح. این بنده جوون نیستم عزیز من، من سنم، ولی ورزشکار هستین. من قهرمان هستم. بله. بله. الان هم هستم با این سنی که دارم. بله. و من کاری که دارم میکنم، میخوام مردم دنیا بدونن ورزش و غذای درست و داروی درست. صحیح. چه داروی شیمیایی، یعنی داروخونه‌ای، چه گیاهی. بله. و یا هر چیز دیگه که خودشون میدونن که ما نمیدونیم. بله. اگر این رو مصرف کنن، اینا همیشه سالم خواهند بود. مثلا تعریف کردم برای همه. بله. که بنده خودم گوشت نمیخورم، بنده مرغ نمیخورم، بنده فیش ماهی نمیخورم، و دلالش هم میگم بهتون چرا. و دلیلش اینست که گوشتا امروز همش هورمون دارن، مرغا هورمون دارن، اینا همه سرطان میاره. و در ضمن شما اگه میخواید که دیابتیکتونه، یعنی مرض قندتونه از بین ببری، تنها چیزی که دوباره سه باره ده باره میگم برای خیلی کسا که اینا فکر میکنن میدونن راجع به این مسئله اینه، شما پنکریست که از بین میره و این پرودیوس نمیکنه شوگر، شکر پرودیوس نمیکنه، اگر شما سوئت کنید به وسیله ورزش، یعنی سوئت چی میشه به فارسی؟ خودت بگو اینو، برای که بعضی این لغت ها رو من نمیدونم یا یادم رفته یا برای مشکل بگم. عرق بکنی، باریکلا، عرق بکنید، شما بدنتون عرق بکنه، این شروع میکنه به چیکار کردن؟ این شروع میکنه به کار کردن، یعنی شما قدت میاد پایین. یه آقای قهرمان روسی دیروز اومده پیش من، میگه آقا من وقتی میدوام حالم بهتر میشه، مرز قندم میاد پایین. یکی از کسایی که معروف در دنیا هست، متاسفانه بود و ایشون فوت کرد از مرز قند، یاشین بود. یاشین بزرگترین گلر دنیا، که من راجبش توی نیوزلترم نوشتم و عرض کنم بزرگت که پوشکاش که یک قهرمان مجارستانی بود که ایشون رفته بود توی اسپانیا و شده بود مربی اسپانیا، من از آمریکا چندین سال پیش
رفتم ایشون دیدم، با ایشون صحبت کردم و ایشون یه سوال کردم و اون اینه چرا یاشین مرد؟ گفت ایشون شکر زیاد میخورد، مشروب زیاد میخورد، مشروب شکره یادتون نره، بعد شما عرق میخورید، اینا همه خوب نیست، آدم باید سالم زندگی کنه. متاسفانه خیلی ها نکرد. حالا شما اگر این برنامه هایی که به درز میکنم انجام بدید، شما چکا میکنید؟ ختم داریم زیاد. ببخشید عزیز من، اگه ممکنه به من خصوصی تلفن کن، من در خدمت هستم. تلفنم رو داری دیگه، درسته؟ همون 310. بله عزیز من، تلفن کن، قربونت برم. دکتر جان شما میتونید قیمت قرصم تو تلویزیون؟ پشت تلفن نه، نمیگم. تلفن کن باهات صحبت میکنم، قربونت برم. خدا خیلی ممنون. بفرمایید. الو سلام علیکم آقای دکتر. سلام، حالتون چطوره؟ سلام آقای دکتر، خوب هستین شما؟ قربان شما، شما چطورید؟ مرسی، سلامت باشین. من خانمی هستم که بهتون زنگ میزنم، تیروئید دارم. بله بله بله. خواستم ببینم که داروتون برای تیروئیدم کاری میکنه، چون به من گفتن باید عمل کنین. البته داروتون خیلی گران هم هست، من قدرت خرید ندارم. بله بله. حالا من اگه خاطرتون باشه، اول از اینکه تلفن زدید، اول از اینکه تلفن زدید که مردم دنیا به خصوص کسی که فارسی حرف میزنن اینو گوش بدن، خیلی مهمه. در ثانی من شماره تلفن شما رو داده بودم به یکی از کسایی که بر من کار میکنه و میدونم 100% امروز به شما تلفن میزنن. من اینو قول بهتون میدم. دست شما درد نکنه آقای دکتر. قربون شما. خداحافظ خانم. خداحافظ. مرسی. هلو. بفرمایید. 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 بخواستم ببینم آقای دکتر، غیر از قرصتون این چیزا که میفرمایید، چیزی هستش که ما رو لاغر کنه؟ بله 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 بله. بله بله. ببین عزیز من، شما اگر میخواید لاغر بشی، یه برنامه غذایی بذارید و ورزشی، که شما اگرم ورزش دوست ندارید، مثل بعضی خانمایی که من میشناسم در سراسر دنیا که دوست ندارن ورزش کنن، اگر راه برید، برید لبه دریایی اگه دریا دارید، اگه نه یه کوهی، اگه ندارید برید یه جایی که بتونید راه برید، یک ساعت در روز راه برید و طرز راه رفتنتون هم به طوری باشه که شما بتونید خیلی کارهای انجام بدید. دارن این تلفن وایبر منم تلفن میکنن، متاسفانه من نمیتونم باشون صحبت کنم. اگر آقایون خانم ها شما تلفن وایبر میکنید نکنید لطفا، من فقط تلویزیون صبح میتونم صحبت کنم فعلا. عرض کنم بزودتون که خیلی متشکرم از شما که تلفن زدید. بله شما غذاهایی که من گفتم، بارها گفتم، غذاهای ویجیتریان یعنی سبزیجات اگه بخورید و راه برید، این بهتون خیلی کمک میکنه لاغر میشید. قربان شما. هلو. هلو بفرمایید. همین می‌خواستم ببینم. بفرمایید. برای آرترایتیس هم دوایی دارین؟ آرترایتیس. بله بله. همین قرصایی که من درست کردم به آرترایتیس کمک میکنه عزیز من. امری دیگه هست؟ قربان شما، خیلی ممنون. بفرمایید. عرض سلام آقای دکتر. سلام خانم، حال شما چطوره؟ آقای دکتر، سوسنم از ایران تماس میگیرم. سوسن خانم، شما اصلا کجا بودین چند مدت از شما خبر ندارم؟ قربان شما، خواهش میکنم. نه جدا کجا بودی شما؟ خیلی ممنون از برنامه خوبتون آقای دکتر، خیلی اطلاعاتتون خوبه، میخواستم تشکر کنم. خواهش میکنم. من برنامه‌تون خوبه. خانم صبر کن، صبر کن. شما الان چند مدتی به من تلفن ندادی؟ کجایی؟ چه برنامه چیه؟ کاره حال چطوره؟ سعادت من داشتم خدمتتون برسم. عزیز من، شما هر امری فرمایشی، شما بهترین دوست و رفیق من هستی. شما خیلی خانم در ضمن اون فامیلا و دوستات که با هم جمع میشید و این حرفا، اونا چطورن؟ اونا خوبن؟ بله آقای دکتر، خیلی هم خوبم، سلام دارم خدمتتون. به همه شون سلام برم. برنامه خوبتون هم تشکر میکنم. خواهش میکنم، به همه شون سلام برم. آقای دکتر، میخواستم بپرسم که هر کسی میتونه از قرص استفاده کنه؟ یعنی بله. من که حتی سرطان ندارن یا نه؟ میتونن عزیز من، میتونن. این قرص برای این درست شده
که سراسر مردم دنیا سرطان نگیرن. یا تو میاد من بهتون عرض کردم من برنامه‌ام اینه با دکترای دیگه میخوایم هممون تماممون در سراسر دنیا میخوام جمع بشیم یه تیم بشیم و سعی کنیم که این سرطان رو از بین ببریم. بهت قول میدم این انجام میشه. بهت قول میدم. بله. خیلی ممنون آقای دکتر. تشکر از برنامه خودتون. قربونت سوسن جان. خیلی متشکرم ازت. خداحافظ. خواهش میکنم. قربون شما دکتر. خدا نگهدار. هلو. هلو سلام علیکم. سلام. حال شما چطوره؟ خسته نباشی. خوب هستی؟ قربان شما. شما چطوری؟ خوبم. مرسی. ممنونم. بفرمایید. خیلی واجبه این سوال داشتم. بگو عزیز من. میخواستم بگم که چون من قرص اعصاب میخورم، قرص استرس رو با اضطراب میخورم، میتونم این دارو رو بخورم یا دارویی بر من تجویز کنم؟ والا ببین الان منو نگاه کن، من همین چی میبینیم، مثل که دارم میدوام، مثل که دارم میجنگم، مثل همین این قرص ها این کار رو بر من کرده. ببین برای تو هم صد درصد میکنه، خیلی حالت خوب میکنه، خیلی درست میشه. این حرفا استراب و این چیزا اصلا وجود نداره. توجه میکنی؟ در صورت عزیز من قربونت برم که تلفن زدی. خیلی ممنون. میخواستم بگم که این یه خورده نارسای غلبی و دور غلبی منم پیداره، درمونش که چاق هم هستم. این لاغر میکنه، این قرص شما رو لاغر میکنه، کمک میکنه بهتون. یه خانومی در ایران قیمتشون چنده؟ پشت تلفن که نمیتونم بهت بگم که عزیز من، تلفن گو خصوصی بهت میگم عزیز من. خصوصی تلفنتون رو چجوری بتونم بگم؟ 310-909-3930 همون نگاهش کن، اونجا نوشته دکتر ویکتور بقا 310-909-3930. من در خدمت هستم. قربونت برم. مرسی. خیلی متشکرم. خداحافظ. فدای تو بشم. مرسی. خداحافظ. بفرمایید. سلام دکتر، خسته نباشید. سلام عرض کردم. حال شما چطوره؟ قربان شما دکتر جان، من یه مرض پوستی دارم خدمتتون زنگ زدم. عزیز من اگر آره عزیز من، این اتفاقا خیلی کمک میکنه به پوست. چندین نفر به من تلفن زدن، امیدوارم که تلفن بزنن چون من ازشون خواستم که تلفن بزنن. یه خانمی بود که ایشون بدنش خارش داشت، وقتی این قرص رو گفت که خارش بدن من از بین رفته. این خانم اگر من میدونم داره گوش میده برنامه من رو در ایران، بله، ازش خواهش میکنم که تلفن بزنه که ایشون به شما بگه چه اتفاقی براش افتاد. مرض دکتر جان، مرض پوستی من اینه که حساسیت دارم از بعضی از غذاها. اگر شما تاثیر میکنه. آره آره عزیزم الان... اجازه بده. بله. اگر شما برنامه غذایی میخوای اون یه چیزه، اگه برنامه اینی میخوای که کمک بهت بکنه برای برنامه غذایی، توجه میکنی؟ بنابراین اون یه چیز دیگه است. این داروها، این دارویی که من درست کردم، دو تا دارو الان داره این روزی صحبت میکنی، یکی دارویی که خون تمیز میکنه، یادتون باشه خون که تمیز بشه تمام مریضی ها بین میره. اگر شما دکترید، اگر شما پروفشنالید، اگر شما کسی هستید اینو گوش میدید، تلفن بزن با من صحبت کن، بگو من اشتباه میکنم. اگر شما این داروها رو در ایران خوردی و حالت خوب شده، الان موقعش تلفن بزنی به سراسر دنیا بگی چه اتفاقی برات افتاد. الان موقعشه. توجه میکنی؟ من کجا الان کجا این گوشه این داروی شما رو متهیه بکنم؟ شما به خود من تلفن بزنی شخصا، من بهت میگم عزیز من. دست شما دارم. قربان تو برم. خیلی ممنون. مرسی دکتر جان. خیلی ممنون. متشکرم. بفرمایید. جانم این قطع شده عزیز من، یعنی الان داره باغباغ میکنه. اوکی، از این وایبر دارن تلفن میکنن مرتب. من همشون گفتم نکنید، برای که اگه وایبر تلفن کنن مردم نمیفهمن. الان خط من داره خط من. الو بفرمید خانم. سلام آقای دکتر، حال شما؟ سلام عزیز من، حال چطوره؟ مرسی آقای دکتر. من بهار هستم اگه یادتون باشه، یه بار زنگ زد خیلی صحبت کردم. قرار شد موهاتو نتراشیم و ببینیم این گفت چقدر تاثیر گذاشته. چرا گفت موهاتو رو تیز کردی؟ اجازه بده عزیز من، شما وقتی توی این ورزشی که من میکنم که بهش میگن مارشال آرت،
و شما وقتی میشی گرند مستر، یعنی اون دیگه بالا میرسی، اون موقع این بس خاطر این که هامبل بشی و خیلی افتاده بشی، اول کاری که میکنی موت میزنی. ولی ببخشید شما که نه تعاملتون زیاد، حالا دو ما نزنی من میخوام ببینم. چشم خانم دزم، شما دزم، شما خیلی لطف داشتید قبلا، ولی چرا من تلفن نمیکنم ببینم حالت چطوره اصلا؟ آها، من شما رو خیلی دوست دارم. خب نمیشه مزاحمتون بشین زیاد دیگه، شما اینقدر سرتون شلوغه. خب نمیخوام مزاحمتون. حالا در صورت خواهش میکنم که اولا من اجازه شمارم هم اون موقع به شما دادم، ولی حالا یه چیزی پشت تلویزیون نمیشه گفت، قرار شد تماس بگیری و این نشد. ببخشید، خیلی معذرت میخوام. خواهش میکنم دوباره به من تلفن بزن، من دوست دارم با تو صحبت باش. کنم. قربان شما، خداحافظ. خوشحال شدم. خداحافظ. هلو، بفرمایید. سلام. سلام، خوبی آقای دکتر؟ قربان شما، بسته نباشید. قربونت برم دکتر. این دارو فرقی برای همه مریض خوبه داروی شما؟ والا ببین، من از اون کسایی که این دارو رو خوردن هفته بله. پیش یه مقدارشون تلفن زدن و گفتن بله. که چه اتفاقی براشون افتاده و مردم خیلی لذت بردن، ولی من هرچی بله. الان بهشون میگم که تلفن بزنید، یا خونه نیستن یا برنامه من رو نمیبینن یا بهشون نرسیده، و تا الان که اونایی که من بهشون باهاشون همینطوری صحبت کردم، عرض کنم بزرگتون که اینا و چند تا از این کسایی که رجال ایران هم هستن گفتم به من تلفن میکنم، ولی نزدن و متاسفانه یه خوده من نمیدونم، شاید این تلویزیون بهشون نرسیده یا برنامه بوده اینا، ولی من میدونم که اینا هفته پیش، اونایی که دیدن تلویزیون رو همه میدونن، خیلی اومدن و گفتن چی بوده و چی نبوده و چطوری بوده و این حرفا. در هر صورت بله، این داروی خون، یادتون باشه خون که تمیز میشه بدن تمیز میشه، بدن تمیز میشه مریضی وجود نداره، حتی سرماخوردگی هم نداره، نمیگیرید شما. همین. البته شما میدونید که الان تمام مردم دنیا، جانم چه فرمودید؟ آخه ما میگیدونه عزیز من، اگه ممکنه به من تلفن کن، من باید صحبت کنم، چون یه نفر دیگه به من اجازه دادن یک بایی کنم. باشه، من به تلفن میدونم، هر هفته من گوش میکنم که این فرمایشات شما رو استفاده کنیم دیگه. قربونت برم. چشم خدا حافظ. دوستت دکتر. قربونت برم. خیلی آقایی. بفرمایید. دکتر سلام. سلام عزیز من. حالا چطوره؟ خوبی الحمدلله. قربونت برم. هم بفرمایید. دکتر تو هر چی زنگ میزنه بهت میپرسه داروها چجوریه، تو برای همه داروها میگی این خوبه. این چجور داروییه که برای هر مرضی خوبه؟ والا ببین، این عرض کنم بزرگت که این خود منم وقتی اینو درست کردم حقیقتش نمیدونستم، من فکر کردم فقط این خونو تمیز میکنه، ولی بعدن وقتی مردم به من گفتن، مردم از ایران تلفن کردن، از کانادا تلفن کردن، جای دیگه اینا گفتن من خارش داشتم خوب شده، نمیدونم من اینو داشتم خوب شده، من گاد داشتم، یعنی مریضی که زیر پا میخاره و شما نمیتونی روش وایسی. پس این در واقع شما کار ماجیکال میکنی؟ والا نه، فکر نمیکنم من کار ماجیکال بکنم، این چیزی هستش که من خودم. دکتر نگو نه دیگه، من ناراحت میشم تو میگی نه. اوکی عزیز من، در صورت وقت من تموم شده، من ممنونم، متشکرم از کسایی که تلفن کردن. خواهش میکنم اگر برنامه دیگه داشتید به من تلفن کنید، من در خدمتتون هستم. خداحافظ.
آیا شما می دانید در آمریکا از چه حقوق و مزایایی برخوردارید؟ سوشال سکوریتی، SSI، مدیکال، مدیکر، از کار افتادگی، حق برخورداری از پرستار در خانه، حضور در دادگاه های سوشال سکوریتی و بسیاری مزایای دیگر از جمله حقوقی است که شما می توانید از آنها برخوردار شوید. وارتان قرمزیان، نام مورد اعتماد جامعه ایرانیان. 818-957-2272. دوستان عزیز و ارجمند، سلام عرض میکنم. دکتر شهره ارشادی هستم از انستیتوی جوانی طولانی Anti-Aging Institute of California. امیدوارم حال همه شما عزیزان خوب باشه و شاد و سالم و تندرست و جوان و پر انرژی و کمر باریک به استقبال عید نوروز و بهار بریم. عید نوروز یکی از قشنگترین سنت‌های ما ایرانیان هست و قشنگیش برای این هست که روز اول بهاره و بهار با خودش جوانی و سلامت و شادابی میاره. یعنی کاری که ما انقدر داریم سعی می‌کنیم که با کمک علم و دانش و آگاهی در اختیار شما عزیزان قرار بدیم، آفریدگار با بهار این کار رو انجام میده و به زیبایی انجام میده. یعنی میبینیم که شکوفه ها دارن باز میشن، درخت ها جوونه زدن، درست این آغاز زندگی، آغاز حیات و آغاز سال نو هست که ما با هم جشن میگیریم. و برای اینکه بهار شما رو، عید نوروز شما رو قشنگتر و زیباتر بکنیم و سالمتر، انتی ایجینگ هدیه هایی برای شما عزیزان در سراسر جهان در نظر گرفته که این هدیه نوروزی رو از طرف ما برای جوانتر شدن، سالمتر شدن، شادابتر شدن، زیباتر شدن، با انرژی و سلامت بیشتر سال جدید رو آغاز کردن، هدیه رو از ما بپذیرین. این فقط برای تشکر هست از محبت شما، از لطف شما، از پشتیبانی شما عزیزان در 15 سال گذشته‌ای که انستیتوی جوانی طولانی در خدمت شما